آخرین آماری که من از مدیره صاحب گرفتم تعداد متعلمین به تقریبا 7000 نفر رسیده که اینا در دو نوبت درس میدن به لیسه ملکی جلالی. بعد از لیسه میری یکی از بزرگترین مکاتب یا لیسه های هرات است و بیشتر از 120 نفر معلم تدریس میکنن. البته ما بعدا برای شنوندگان تقدیم خواهد کردم. ما خواستیم که قبلا در اینجا چندین خیمه بوده که متعلمین در سرما و گرما در بین خیمه ها بودن. فعلا ما تعمیری که پیش رو میبینیم سال گذشته خاتمه پیدا کرده که یکی از مشکلات جایی را به اصطلاح کم کرده، ولی هنوز هم مشکلات زیادی هست. بعد قسمت ها ما میبینیم که دکتران هنوز زیاد است. من از این تذکر دادم که در دو قسمت گفتن تیم قبل از ظهر اینا صنف اول دوم و سوم و بعد صنف هفتم تا صنف دوازدهم را بعد از ظهر قبل از ظهر چی ساختن وقت دادن و بعد از ظهر هم صنف 4 تا 6 که اکثریت شاگردان صنف 4 و 5 هستن که مدیر صاحب پیشتر میگفتن که ما دیگه به حروف الفابت نداریم چون حروف تمام شده. مثلا صنف 24 یعنی از صنف 5 یا 4 تا 25 6 27 صنف دارن که به اعداد یاد میکنن این چی این صنف ها. لیسه ملکی جلالی در قسمت غرب مسجد جامع واقع شده و در نزدیکی شهر نوی خوی حصار است که ما تصویری رم از حصار اختیار الدین که در 150 یا 200 متری مکتب است نگاه که نمای از رم بسن بود. Thank you.
استادان محترم، از اینکه سروری داشته باشم خواستم که سلام خدمت شما تقدیم بکنم و همچنین تصویری از استادان پرتلاش لیسه ملکه جلالی که واقعا یکی از مقاصد یک از نشه های مشهور هرات است و استادان هم البته در بیرون که ما میشنریم زیادترشان تحصیل کرده هستند و همچنین از لحاظ اجتماعی و فرهنگی در خانون ها و در بعض اشتراک دارن. این بسیار خوش هستم که این تصویر میگیرم و البته تا وقتی که تبدیل از شما تشریف داشته باشین من از فرصت بخواهم استفاده بکنم. همیشه از دوستا و اخوانی ما در خارج خصوصا از هراتی ها همیشه داره قدردانی میکنن، خصوصا از این بخش معلمینی که در زمان رژیم سیاه طالبا و امکانات محدود با ترس و واهمه و بعضی از خانه ها میرفتن و بعضی از جاها میرفتن و مخفیانه به درس و تعلیم میپرداختن. این قابل یاداوری بسیار با بش است که اینا رو باید آدم ما که در شرایط بسیار آرامی هستیم با حال با آزادی و تاکسی و گادی و هر چی بیاییم به مکتب، اینو نباید فراموش بکنیم که تعدادی از این استادها که در وقتی که زندگیشون در معرض خطر قرار داشته و باز هم برای کمک برای دختران هرات در خانه ها جمع می شدن و اونا تریز می دادن. و از اینجا من می خواستم واقعا تشکر بکنم و قدردانی بکنم و این موضوعی فداکاری باید در همه جا باید تذکر داده شود و همچنین از امکانات بسیار نامساعد اقتصادی که برای معلمین هست این هم بیشتر تذکر دادم و خدمت شما باید عرض بکنم که تنها به شعار زدن و شعر خواندن در وسط معلم که واقعا در خورش هست این کافی نیست. باید به زندگی بسیار پرمشقت و حتی در بعض موارد میتونیم بگیم که فقر معلمین باید رسیدگی بشه تا وقتی که اینا اقلا او آرامش محدودی رو که میتونن با معاشی که دارن و اقلا زندگی از اونا به طرز متوسط نباید که پایین تر از متوسط بشه بتونن با آرامش به درس و تعلیم بپردازن. و این باید مقامات مسئول ما در راستای تعلیم و تربیه و ارزشمندی مطلب باید به معلمین کمک بکنن.